اعلام این خبر گفت اهالی نجف پرده از گسترش نفوذ رژیم ایران در این شهر برداشتند و اعلام کردند این نفوذ به حدی رسیده است که عوامل وابسته به رژیم ایران دستورالعملی صادر کرده اند مبنی بر این که هر کس زبان فارسی نمی داند و وابسته به رژیم ایران نیست نباید در شرکت‌ها و مؤسسات این شهر استخدام شود. کمیته ویژه تحقیقات جنایی استان واسطه عراق بزرگترین و مهمترین مشکل امنیتی این استان را ارسال سلاح و بسته‌های انفجاری از سوی رژیم ایران به عراق اعلام کرد. هذه مشكلتنا مشكلة جدا كبيرة لطول الحدود وعدم مسك الحدود بصورة صحيحة تهريب أسلحة وعبوات ناسية المستخدم حاليا داخل مدينة الكويت واللي نعثر عليه كله أسلحة إيرانية وعبوات ناسية. شيخ محمد كعبي رئيس دفتر سياسي شورى عشائر جنوب عراق دخالت‌های رژیم ایران را مانع اصلی بر سر راه طرح آشتی ملی در کشورش دانست. وی در مصاحبه با تلویزیون رافدین عراق گفت در سایه دخالت‌های رژیم ایران که در همه جای عراق به خصوص جنوب نفوذ کرده است آشتی وجود نخواهد داشت. اخي الكريم لا تكون هنالك مصالحه في ظل الاحتلال وفي ظل التدخل الايراني في جنوب العراق والعراق عموما، لا تتم هذه المصالحه في ظل هذه الحكومه الطائفيه التي انبثقت على اسس طائفيه ومحاصصات. شیخ عزیز نسخان السدید رئیس شورای شیوخ عشایر عراقی و عرب طی مصاحبه‌ای با روزنامه الخبر چاپ الجزایر رژیم ایران را اشغالگر عراق دانست و خواهان خلع ید از آن شد. حزب سوسیالیست ناصری عراق رژیم آخوندی را عامل تفرقه در این کشور دانست و محکوم کرد. عبدالستار جمیلی دبیر کل این حزب در مصاحبه با روزنامه الزمان گفت وزارت اطلاعات رژیم ایران مسئول ایجاد تفرقه و اختلاف میان مردم عراق است. این رژیم طی چند سال گذشته تلاش کرده است با نفوذ در میان عشایر عراق و ایجاد تفرقه راه دخالت‌های خود را هموار کند. خب بله، این نمونه ها هم نشون میده که در واقع رژیم در عراق داره در تنگنای بیشتری قرار میگیره. منتها شما اشاره کردید به اوضاع امنیتی عراق و این رو شاخص گرفتید، در صورتی که خب همه میدونن و همه هم میگن و تو همین گزارش هم بودش که اوضاع امنیتی عراق بهبودش محصول در واقع ایجاد شوراهای بیداری در مناطق مختلف هستش. آقای اسماعیلیان گفتن که خلع ید و در واقع کوتاه کردن دست رژیم، شما تناقضی در این زمینه نمیبینید؟ خیر، به هیچ وجه. منظورتون اینه که بین تشکیل شوراهای بیداری که عامل امنیت هست، که عامل امنیت و این که امنیت ناشی از کوتاه‌تر شدن دست رژیم به هر نسبت باشه تناقضی مطلقاً. چرا؟ چون که اینا اتفاقاً حاصل هم دیگه. یعنی اگر شورای بیداری تشکیل شده از طریق مبارزه با تروریست‌ها و عوامل همین رژیم، یا عوامل مستقیم این رژیم یا تروریستایی که توسط این رژیم کمک شدن، سلاح داده شدن و توسط این رژیم روی پای خودشون ایستادن برای این ترور و کشتاری که الان در عراق به جریان انداخته بودن و به هر حال الان یه مقداری حالا میگیم در بعضی مناطق کمتر شده به هر میزان، اینها اتفاقا از طریق مبارزه با همین عوامل و جلوی اونا گرفتن و قطع کردن دست اونها تونستن این میزان از امنیت رو برقرار کنن. این حرفی که خودشون میگن، خود این شوراهای بیداری، من اطلاعی از شورای بیداری الانبار که اولین شورای بیداریه که تشکیل شد و حاصل کارش هم خیلی مهم بود، به طوری که وقتی رئیس جمهور آمریکا اومده یادتون باشه مستقیم رفت الانبار اونجا به خاطر اینکه همین حاصلش ظاهر شده بود، امنیتی که برقرار شده بود و شیخ عبدالستار ابوریشه که این شورای بیداری رو تشکیل